سلام. سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن ابری. با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از برنامه میپردازیم به آنچه که در عرصه روابط خارجی ایران و غرب به ویژه آمریکا می‌گذرد. آخرین رویدادها در عرصه بازگشایی سفارت انگلستان در تهران، مشکلات و شیوه‌هایی که در مذاکرات جاری میان تهران و لندن در این زمینه در جریان است. برنامه اتمی جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ تمدید مذاکرات، آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای نیز با آن موافقت کرده است، زمینه رسیدن به توافق در این مذاکرات آیا فراهم شده است و آنچه که در عرصه روابط تهران و واشنگتن می‌گذرد. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای مهرداد خانساری عزیز در لندن، دیپلمات پیشین، پژوهشگر و کارشناس امور سیاسی به ویژه امور بین الملل. با شما هستیم تا لحظاتی دیگر. آقای خانساری گرامی، با سپاس از شما که با ما و بینندگان ما هستید و خوش آمد. با تشکر از شما و درود به تمام هموطنان عزیزمون. آقای خانساری گرامی، از اینجا بذارید آغاز کنیم. مذاکرات اتمی 5+1، آنچه که در وین گذشت، به تمدید مذاکرات انجامید. چه چشم‌اندازی می‌بینید در این مذاکرات؟ خب به نظرم مسئله مهم این هستش که طرفین میخواهند که به مواضعی که در گذشته داشتن بر نگردن. نه غرب اینو میخواد، نه دولت ایران همچین چیزی رو میخواد. همه میدونن که حل این مسئله به هر حال بسیار سخته، ولی دارن تلاش میکنن که به بهترین وجه ممکنه نگذارن شرایطی پیش بیاد که تمام دستاوردهایی که در دیپلماسی بین ایران و غرب در یک سال اخیر حاصل شده از بین بره. و همه به هر حال فکر میکنم که در این ایام فهمیدن که اختلافاتی که وجود داشته و اون نیاز به اعتمادسازی هایی که بتونه زمینه رو یا شرایط رو طوری هموار بکنه که اینها بتونن جلو برن، خیلی سختتر و پیچیده‌تر از اون چیزی بوده که به خصوص مسئولین در جمهوری اسلامی فکر میکردن. و خب در این ایام، در این یک سال گذشته، هم غربی ها و هم مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران با مخالفت هایی در درون جوامع خودشون هم روبرو بودند که باید از کنار اونها هم میگذشتن. لذا همه اینها رو که شما جمع‌بندی بکنید میبینید که اینکه مذاکرات قطع نشدن، اینکه علی‌رغم اینکه توافق نهایی حاصل نشده، زمینه برای رسیدن به توافق نهایی همچنان به هر حال بازه، این یک علامت خوبیه، به خصوص برای مملکت ما که بتونه این تحریم ها رو در نهایت پشت سر بگذاره و بتونه به اوضاع و احوال اقتصاد و شرایط زندگی روزمره مردم ایران برسه.
اما به نظر میرسه که زیاد تأثیری بر روند تحریم ها نخواهد داشت، یعنی تحریم ها همچنان به قوه خودش به شکلی باقی از تحریم های اساسی تا هفته دیگه هست. اساسی آقای چالنگی همین بوده که، یعنی به نظر من بر اساس اون صحبت هایی که توسط کسانی که به هر حال با برخی از شرکت کنندگان در ارتباط نزدیک بودن، مشکل اساسی ایران عدم رسیدن به اون، میشه گفتش که به اون علمی بوده که بدونن با اطمینان بتونن بگن که این تحریم ها که برداشته میشن و یا اگر دولت آمریکا در شرط فعلی یک تعهداتی بده که کنگره آمریکا هم، حتی کنگره فعلی، یعنی کنگره‌ای که هنوز دموکرات ها اکثریت رو در سنا دارن، اون رو تایید میکنن، و یا اگر آقای اوباما هم قولهایی میده که با استفاده از اختیارات خودش اون تحریم ها رو بتونه به صورت موقت به کنار بگذاره که شرایطی پدید نیاد که مثلا اگر این مذاکرات به درازا کشید، اگر آقای اوباما کاخ سفید رو ترک کرد، که رئیس جمهور بعدی باز بخواد اون اختیارات، به هر حال از اختیاراتی که اوباما استفاده کرده، اون اقدامات اوباما رو خونسا بکنه. یعنی دولت جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که صورت داشته به هیچ عنوان این اطمینان خاطر رو نداشته که قدم مؤثری علارغم قولهایی که داده میشد به طور ثابت بتونه برداشته بشه که این تحریم ها برداشته شن، و این به نظر من بزرگترین مشکلی است که جلوی پای رسیدن به یک توافق نهایی از دید مقامات ایرانی بوده. بقیه مسائل به نظر من خیلی راحتتر میشد در راستای تلاش برای پیدا کردن این راه حل برای اونها هر به یک توافقی رسید، ولی این یک چیزی است که برای ایران مهمه، و این که در چه فاصله زمانی این تحریم ها برداشته میشن، اونهایی که برداشته میشن تا چه اندازه دو مرتبه در صورتی که یک اختلافی صورت بگیره برگردونده نمیشن، و مشکلات این نوع به نظر من خیلی خیلی مؤثر بوده که این توافق در این زمان حاصل نشه. حالا اینکه آیا اون گارانتی های لازم مثلا در نهایتا در 7 ماه آینده میتونه داده بشه با توجه به ترکیب جدید کنگره آمریکا، باز اون باز به هر حال یک مسئله است که باقی میمونه، و میشه گفت که نمیشه امیدوار بود که این مسئله حتی در 7 ماه آینده هم حل شه. خب نکته این بی‌اعتمادی که شما اشاره کردید در این برم هست، در 5 به اضافه 1، یا دست کم در جانب آمریکایی از مجموعه مذاکره کنندگان بدون تردید. یعنی این جنب به هر حال هر دو طرف از موازی میان که با در، یعنی نقطه آغازشون بی‌اعتمادی کامل به همدیگه بوده. در این یک سال پیشرفت های صورت گرفته، قدم های مؤثری به جلو به پیش برداشته شده، اولویت های غرب تا حدودی آقای چالنگی برطرف شده، چون مثلا اگر شما برگردید به آخرین روزهای دوران دولت آقای احمدی نژاد، تمام صحبت های این بود که این برنامه هسته ایران باید به هر ترتیبی ازش جلوگیری بشه و حتی امکان حمله نظامی از سوی آمریکا یا اسرائیل به طور روزانه مطرح بود. الان ما در اون شرایط قرار نداریم، یعنی اون پیشرفت هایی که در یک سال گذشته حاصل شده، اولویت اقدام حاد از سوی غرب علیه ایران رو از بین برده، در شرایطی که الان ما داریم صحبت میکنیم، و این یه مقدار زیادی خب یک میشه گفتش که فرصت تنفس به غربی ها میده. ولی مشکلات ایران ضمن اینکه ایران در این ایام همکاری های لازم رو کرده که این شرایط در غرب به وجود بیاد، شرایط موازی برای اینکه دولت ایران و مردم ایران هم بتونن یک نفس راحت بکشن به وجود نمیده، چون تحریم ها همه سر جای خودشون هستن و این خب این در اصل میشه گفتش که اون حالت اورژانس رو از طرف اضطراری رو از طرف
برای غرب تا حدودی حل کرده، ولی مشکل ایران به هیچ عنوان در این راستا حل نشده. خب در این میون کشورهای مثل اسرائیل، مثل عربستان و برخی دیگه از کشورها، برخی از جناها در آمریکا، در انگلستان هم قطعا هست و جای دیگه، معتقد هستن که این تمدید مذاکرات از طرفی ایجاد فرصت هست برای ایران که به سلاح هسته‌ای نزدیکتر بشه، به تولید سلاح هسته‌ای، و سفر آقای سعود الفیصل رو در جریان مذاکرات وین به وین و دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا رو هم در همین چارچوب و همین زمینه بررسی میکنن. تفسیر شما رو بشه. من تصور میکنم که خب اینها بیشتر این نوع برداشت ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. ببینید تمام حرکاتی که ایران میکنه تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره و دولت ایران قدم های مؤثری رو برای اعتمادسازی در راستای توافق هایی که در یک سال گذشته صورت گرفته از خودش نشون داده. منافع این جناهای تند رو که با اون میزان توافقی که مثلا آمریکا حاضر بکنه، چون مثلا اگه شما دقت بکنید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل میگه که ایران اصلا نباید غنی سازی بکنه، موضع دولت اسرائیل است که ایران اصلا نباید غنی سازی بکنه، در صورتی که موضعی که امروز 5+1 با ایران دارن مذاکره میکنن و روی اون مشکل اساسی ندارن، این نیست که ایران غنی سازی نکنه تا حداقل تا میزان 5%، این نیست که این مجوز رو حاضرن به ایران بدن، میگن شما باید میزان تولید نمیدونم اورانیوم 5% مشخص باشه، از یک محدوده خارج نشه، تعداد سانتریفیوژها و و مسائل این قبیل، یعنی ولی با اصل غنی سازی که حق ایران برابر با قرارداد به اصطلاح منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT هست، اون اصل رو دارن به رسمیت میشناسن که خب این یکی از مسائلی است که دولت ایران همیشه روش پافشاری میکرده، میگه اگر ما غنی سازی میکردیم خب ما در طبق قرارداد MPT این حق رو داشتیم. این حق رو به لحاظ قانون شکنی و کارهای ناجوری که جمهوری اسلامی قبلا کرده بود از ایران گرفته بودن، ولی با این به اصطلاح همکاری هایی که ایران در بخصوص در یک سال اخیر از خودش نشون داده، این حق رو حاضرن مجددا بشناسن و لذا این صحبت هایی که مثلا اسرائیلیا میکنن یا گروه های تندرو در غرب میکنن، ضمن اینکه جنبه تبلیغاتی داره ولی جنبه واقعی به معنای واقعی نداره. یک مقداری آقای خانساری گذشته ایران در این زمینه یک همچین مسائلی رو مطرح کرد، به اضافه اینکه شما من نشدیدم میگم یک مقداری گذشته فعالیت های ایران در این زمینه، پنهانکاری های اتمیش، این زمینه رو فراهم کرده برای یک همچین حرفایی و اینکه ایران در این نیست. جناب چالنگی تردیدی نیست که پنهانکاری ها و اعمال ناجوری که جمهوری اسلامی در این راستا در 10-12 سال گذشته از خودش نشون داده، اون دهنکجی های آقای احمدی نژاد شرایطی رو فراهم آورده بوده که ایران در یک مخمسه قرار گرفته که امروز به لحاظ خروج از اون مخمسه ناچاره که همکاری هایی بکنه که قبلا نمی کرد، یعنی اجبار باعث شده که در یک سال گذشته ایران وارد یک مسیری بشه که قبلا در اون مسیر نبود، ولی در طول این یک سال همکاری هایی که کرده و علائمی که از خودش نشون داده در جهت رد اون اتهامات و به اصطلاح اون مسائلی بوده که قبلا ایران رو به این نقطه ای که ما امروز درش قرار دادیم رسونده بود، و در اون راستا منافع دولت ایران ایجاب نمیکنه که بخواد دو مرتبه برگرده به اون مواضع قبلی. به همین جهته که این هشدارهایی که مثلا اسرائیلیا میدن یا گروه های تندرو میدن، خب بدیهی است که یک جنبه تبلیغاتی همونطور که عرض کردم داره، ولی در اصل کسانی که دارن مسائل رو از نزدیک تعقیب میکنن شواهدی در اون راستا نمیبینن. شاید میزان همکاری ایران به اون میزانی که غربی ها دلشون میخواد در این شرایط باشه نیست، ولی به هیچ عنوان
شباهتی به اون وضعیتی که قبلا بود هم نداره و این اینیست که به همین دلیل هم هستش که این مذاکرات تونستن دوام بیارن و علی‌رغم اینکه به توافق نهایی هم در شرط فعلی نرسیدن، به هر حال فرصت دادن تا توافق نهایی احتمالا در 7 ماه آینده حاصل بشه. خب ببینید، اگر چنین هست که شما اشاره کردید، چرا ایران یا بهتر بگیم حکومت ایران موافقت نمیکنه با خواستای 5+1 که از جمله این هست، دیدار از پیش تعیین نشده از سایت ها یا از تاسیسات اتمی؟ هنوز جایی مثل فردو جای دیگه ممنوع هست، اجازه ورود ندارن، به بازرسان اجازه نمیدن. تعداد یکی از گرفتاری ها تعداد سانتریفیوژ هاست که با اون موافقت نمیکنه و تمام این مسائل هست. چرا ایران اجازه بازرسی از سایت های اتمی رو داده؟ اجازه بازرسی از سایت هایی که اونها میگن اینها ارتباطی به پروژه اتمی ما ندارن و نظامی و صرفا جنبه نظامی دارن رو نداده بود، ولی اون هم به عقیده من جزء مسائلی است که احتمال حل شدنش فوق‌العاده زیاده، چون دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد به این توافق برسه، یعنی مترصده که به این توافق حاصل بشه. چرا؟ آقای خانسان مدرد بخوام؟ چرا میخواد واقعا؟ انگیزه های حکومت ایران چی از فشارهای اقتصادی که اومده اولا ما صحبت از حکومت نباید بکنیم، باید صحبت از دولت بکنیم. در حکومت کسانی هستند که نمیخوان این توافق حاصل بشه. من صحبت دولت رو میکنم و کسانی که به هر حال نقش اولی رو در اجرای این مذاکرات دارن. اون اما تعیین کننده هست نقششون. مثلا شما ببینید وقتی ما میگیم حکومت، آقای خانسالی میبخشید حرفتون قطع کنم، برای اینکه روشن باید بشه. چون شکل آنچه که نظام هست در ایران تقریبا با همه جا فرق میکنه. یعنی یک دولت هست و یک ولی فقیه هست، بالاتر از دولت هست و که میتونه تصمیم اول تا آخر رو ایشون بگیره، و یک دولتی که عملا پیش برنده تصمیمات ایشون هست. آیا دولت ایران یک دولتی است که کاملا، یعنی آقای ظریف که نشست اونجا حرفی زد، به نمایندگی از دولت، این حرف قابل اجراست یا نه باید موافقت بشه با حرف آقای خامنه ای؟ آقای خامنه ای امروز چراغ سبز دادن که من از تمدیدم استقبال میکنم، مخالفتی ندارم. ببینید، من تصور میکنم که اصلا این مذاکرات در یک سال گذشته بدون تایید آقای خامنه ای و پشتیبانی آقای خامنه ای اصلا نمیتونست امکان پذیر باشه. صحبتی هم که امروز آقای خامنه ای کرد تایید بر این هستش که او با ادامه این روند و رسیدن به یک توافق مشکلی نداره. ولی بجز آقای خامنه ای و مسئولین زیرب در دولت 11 کسانی هستند در درون حاکمیت که با این روند مخالفن، چون منافع اونها میتونه به مخاطره بیفته. حالا اون اهم از کسانی هستند که در به اصطلاح معاملات اتمی بهره‌مند میشدن، یا کسانی که به لحاظ وضعیت بد اقتصادی دارای انحصارهایی هستند که برای اونها خیلی سودمنده. ولی مسئله اساسی این هستش که مسئولین در دولت و شخص آقای خامنه‌ای مشکلات اقتصاد ایران که به لحاظ این تحریم ها روز به روز پیچیده تر شده و شرایط رو برای مردم ایران بدتر کرده رو به هر حال درک کردن، و به همین جهت هم هستش که با این روند موافقت کردن و به دنبال اینن که این مسئله تحریم ها رو بتونن هر چه زودتر حل بکنن و طوری بکنن که اقتصاد ایران بتونه 2 مرتبه به کار بیفته و مردم از این شرایط سختی که باش مواجه هستن بتونن خارج بشن. در یک سال گذشته همونطور که عرض کردم قدم هایی که برداشته شده، اون اولویت های غرب تا حدودی تامین شده، چون غرب ضرورتی نمیبینه که بخواد یک تصمیم حاد در شرایط فعلی علیه ایران بگیره. ولی اولویت های ایران به هیچ عنوان حل نشده، و مثلا دادن 700 میلیون دلار در ماه به ایران که
واقعا میشه گفت چندرغازه نسبت به تعهداتی که دولت داره، اون هم در شرایطی که قیمت نفت و درآمد دولت نزدیک به 30% در همین 6 هفته اخیر سقوط کرده. این وضعیت ایران و اقتصاد ایران رو به مراتب بغرنجتر کرده و نیاز به رسیدن به یک توافق رو ضروری تر کرده، ولی اینکه به جای 5000 یا 2000 یا 3000 سانتریفیوج بگیم 0 سانتریفیوج کار بکنه. خب نکته خود شما اشاره کردین، یعنی یک موزاییکی هست از قدرت که روی این سیاست مذاکرات و به طور کلی سیاست خارجی ایران اثر گذاره. از بیت رهبری هست، دولت هست، جناح مختلف مجلس هست، بسیج هست. آقای نقدی همین امروز صحبت کرده که هرچه زودتر باید توی به قول ایشون پاسخ کوبندهی به اوباما داده بشه. از بسیج هست، از شاخهای مشخص بسیج هست، مثل آقای سعید قاسمی که علنا اعلام کردن ما اجازه نمیدیم یک توافقنامه دوباره مثل پذیرفتن آتش بس در جنگ به ما تحمیل بشه. خیلی صراحتا جناح قدرتمندی در بسیج هست. حتی هیئت عزاداران مسلمه ابن عقیل در مسجد نارمک هم میتونن اثر بذارن روی همچی سیاست خارجی. ببینید جناب چرنگ، اینا همه هستن، ولی مسئله این هستش که اگر شما دقت بکنید مثلا از اون طرف قضیه هم مثلا ما آقای نتانیاهو رو داریم با صحبتهایی که میکنه که از قبیل همین حرفایی است که نمیدونم آقای نقدی و بعضی از این افرادی که شما بهشون اشاره کردید میزنن. ولی نتانیاهو رئیس یک دولتی است که بالاخره حرف اول آخر اگه تصمیم گرفته شد این گفته بشه اونو میزنن دیگه. فردا مثلا شما در نظر بگیرید که این صحبت، این مذاکرات، کسانی که در شرکت دارن، کسانی که تصمیم میگیرن، کسانی که میتونن این توافق رو به نتیجه برسونن، هیچ کدوم از این آقایونی که این ایرادات رو میگیرن نیستن یا این هشدارها رو میدن نیستن، چه اونهایی که در ایرانن و چه امثال آقای نتانیاهو یا تندروهایی که در آمریکا موازه خیلی کلان خودشون رو روش به اصطلاح روش ایستادگی میکنن. توافق در ایران اگر دولت با پشتیبانی آقای خامنه‌ای همونطور که تا الان پیش رفته جلو بره و دولت اوباما و 5+1 هم برابر با موازهی که داشته و اون نیازمندی هایی که حس میکنن باید تأمین بشه در بر اون اساس جلو برن، توافق حاصل میشه علی رغم اینکه این افراد چه بگن، چون اونها تأثیر مستقیم نمیتونن بگذارن، تأثیرات جنبی زیاد میگذارن، جو میتونن خراب بکنن، مشکلات زیادی برای مذاکره کنندگان فراهم بکنن، کماکان که کردن. ولی یه چیزی خیلی مهمه و باید به اون اشاره کرد و اون نیستش که علی رغم این جو خرابی که این افراد سعی کردن به وجود بیارن، این مذاکرات جلو رفته و علت دست نیافتن به اون توافق نهایی ارتباطی به حرفای اینا نداشته، بلکه ارتباط به اون موازی داره که باید بین این طرفین به هر حال حل بشه. یعنی به نظر من اگر شما امروز اوضاع امروز رو با مثلا با اوضاع یک سال قبل مقایسه بکنید، نقش این گونه افراد به مراتب کم رنگ تره در اون مسیری که به هر حال امروز در بین ایران و نمایندگان 5+1 وجود داره. البته موضوع دیگه هست، آخرین پرسشی که در این زمینه هست اتفاقا نقش فزاینده، انتقادهای فزاینده مجلس شورای اسلامی از دولت آقای روحانی در ارتباط با مذاکرات به نتیجه نرسیدن یا هرچی که هست شروع شده، چون دولت آقای روحانی عملا از آغاز کار تا به امروز خودش رو ظاهرا در همین چارچوب تعریف میکرد که خواستار حل مسئله اتمی ایران هست و عملا دولت آقای حسن روحانی به گواه منتقدین داخلیش در حل مسائل داخلی کشور چندان توجهی نداشت. از آلودگی هوا و آب آشامیدنی تهران بگیرین، افزایش بیکاری بگیرین، افزایش گرانی و بقیه. الان انتقاد در مجلس بسیار زیاد رو به افزایش هست نسبت به ولی به هر حال یعنی اون محاسباتی که دولت میکنه این هستش که اگر این شرایط وجود نداشت
اون افرادی که تو مجلس هستن، اون ترکیب فعلی مجلس، به هر حال بهانه های دیگری برای مخالفت با آقای روحانی رو پیدا میکرد. و به همین جهت هم هستش که امید دولت روحانی و امید اون کسانی که فرض کنیم به روحانی رأی دادن این هستش که مثلا مثل البته یک مشکلی است که ما در این ظرف 35 سال همیشه داشتیم که مثلا ترکیب مجلس بعدی بتونه یه چیز دیگه باشه. ولی نکته‌ای که مهم هست آقای چالنگی که شما بهش اشاره کردید، آقای روحانی به مسائلی که به اولویت‌هایی که امروز در درون ایران به هر حال مهم هستن نتونسته برسه، به لحاظ اینکه توجه دولت روی حل این مشکل پرونده هسته‌ای بوده. ولی باید ضمناً این رو هم گفت که مشکلات دیگر به اصطلاح مملکت که نیازمنده، یعنی مسائلی که مربوط به زندگی روزمره و اولویت‌های روزمره مردم ایران میشه، از قبیل اشتغال، از قبیل مهار کردن تورم، از قبیل تأمین بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و اینجور مسائل که همه جنبه اقتصادی دارن، در شرایطی که درآمد ایران محدوده، میزان تولید نفت ایران به میزان قابل مقایسه‌ای کاهش پیدا کرده و همه اینها در گروه این مسئله تحریم ها هستن، تا اون مسئله حل شه زمینه برای حل این مشکلات هم نمیتونه فراهم بشه. یعنی ما در شرایطی قرار داریم که با لطف دولت های قبلی و به خصوص توجهات آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، ما وضعیتی رو امروز داریم و این دولت آقای روحانی شرایطی رو امروز به هر حال باش داره کار میکنه که بعد از اینکه عملا ما دیدیم که راه و روش خودشون رو 180 درجه نسبت به گذشته تغییر دادن، این یک سلاف، این یک کلاف چنان سردرگمیه که برای برون رفته از اون واقعا وقت و زمان میخواد. بله، البته حالا اینکه آقای روحانی که چه تغییراتی داده یا نداده، بجز اینکه شعارهای مثل نابودی اسرائیل رو آقای روحانی سر نمیده یا نابودی آمریکا، چه حرفایی که آقای احمدی نژاد میزد، از نظر سیاست داخلی و خارجی چه تغییراتی کرده، این موضوع بسیار طولانی وقت بیشتری میخواد، چون دیده میشه روند گرانی ها ادامه داشته، روند اعدام ها افزایش پیدا کرده، روند شاخ و شونه کشیدن برای این و اون در منطقه و جای دیگه افزایش پیدا کرده. بحثی طولانی که آقای روحانی آیا تغییرات عمده در سیاست داخلی یا خارجی داده یا نه، امیدواریم در برنامه‌های دیگه با آقای خانساری گفتگو کنیم. اما می‌خواستیم درباره روابط انگلستان و ایران صحبت کنیم. الان صحبت‌هایی هست برای بازگشایی سفارت‌ها. ببینید، شما در عرصه دیپلماسی فعالیت داشتین، مذاکرات بین‌المللی بودید، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، به مناسبت‌های دیگه تجربه بسیار دارین در این زمینه. بازگشایی سفارتخونه، درسته که میگن دیوانه سنگی در چاه میندازه، یک صد عاقل در نمیاره، طولانی تره در آوردن سنگ از چاه. متاسفانه این دقیقاً شرایطی است که امروز ما باش مواجه هستیم دیگه. ولی چقدر مگر طول میکشه؟ حالا مذاکرات اتمی در 15 سال داره طول میکشه که اون یه بحثی، ولی بازگشایی سفارت چه اینقدر طول میکشه؟ خب بازگشایی سفارت هم به هر حال یک مراحلی داره و این مراحل به هر حال شروع شدن و یه بخشای سفارت الان به اصطلاح مشغول به کار و فعالیت هستن. خیلی از مشکلات، یعنی خیلی از مسائلی که یک سال پیش نمیشد در لندن یا در تهران بهشون رسیدگی کرد، امروز داره صورت میگیره. مسئله فرستادن سفیر و تعیین کردن سفیر و رسوندن میزان روابط به سطح سفارتی که اون هنوز باقی مونده، و اونم میگم در اثر این تغییر لحنی که از سوی دولت روحانی به وجود آمده در یک سال گذشته، اون هم داره مراحل خودش رو طی میکنه. من فکر میکنم خیلی زود این مسئله حل خواهد شد، چون هم دولت ایران هم دولت انگلیس طالب این هستن که سفرهای خودشون رو به محل مأموریت های خودشون بفرستن. مشکلاتی بوده، یه اعتماد سازی هایی در سطح امنیتی در به لحاظ اتفاقاتی که زمان احمدی نژاد رخ داد، تا
توی این معادله وجود داره که اینها یه مقداری وقت میگیره، ولی تصمیم گرفته شده و این به نظر من این به هر حال تا به زودی، من نمیتونم بگم کی، ولی خیلی زودتر از اون چی که خیلی ها فکر میکنن به نظر من مهیا خواهد شد. خوبه، تمام این مشکلات که در عرصه خارجی هست، روابط ایران و غرب وجود داره، ظاهرا در دوره جدید همه برمیگردونن به آقای احمدی نژاد که این آیا منصفانه است یا اینکه ریشه بی‌اعتمادی ها، ریشه بحران ها، مشکلات هر چه که هست، تحریم ها رو باید در پیش از آقای احمدی نژاد جستجو کرد؟ نه، باید بدون تردید. جناب شما موقعی که مثلا فرض کنیم به اوضاع اقتصادی ایران نگاه میکنید، این نابسامانی اقتصادی درسته که تحریم ها و زمان احمدی نژاد اینا رو بدتر کرده، ولی خب این سوء مدیریت در به اصطلاح اداره روند اقتصادی مملکت از 35 ساله که وجود داشته. شما موقعی که این تدریجا بدتر میشه، ولی خب شما میبینید که در زمان احمدی نژاد مثلا یهوی ما مملکت دارای 600 میلیارد دلار درآمد نفت و حاصل اون منهای 6.9% رشد اقتصادیه. خب این یک واقعا یک آدم ژنی میخواد که بیاد با این امکانات یک چنین به اصطلاح حاصلی رو تحویل مردم ایران بده. پس این نمیشه گفت که عادیه. پس احمدی نژاد واقعا یک نقش خیلی خیلی مخرب و غیر احمدی نژاد یا رهبری هم سهیم بوده، رهبری برای حمایت دولت احمدی نژاد آوردن روی کار احمدی نژاد. ما نخواستیم که من منظور من این نبود که رهبری رو از حاکمیت در مجموع، و هر حال روزی که آقای احمدی نژاد در انتخابات 88 تقلب کرد و روی کار اومد، خب رهبری در اون زمان از آقای احمدی نژاد حمایت کرد. پس اینا رو که ما نمیخوایم منکرش بشیم، اینا واقعا میخوام سوء تفاهم در مورد حرف شما پیش نیاد، ولی منظور این هستش که روی کار اومدن آقای روحانی و اینی که مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی با روی کار اومدن آقای روحانی موافقت کرد، دقیقا به خاطر همون تجربیاتی است که و مسئولیتی است که خودش در اون ایجاد اون شرایطی که قبلا بود حس میکرد. و اینی که آقای روحانی لحن رو عوض کرده به دنبال عادی سازی روابط با ایرانه برای اینکه جلوی اون خرابکاری های گذشته رو بگیره، این نکته است که خود مسئولین جمهوری اسلامی در اثر عمل کرده خودشون بهش رسیدن. و این به هر حال این چه آدم طرفدار جمهوری اسلامی باشه چه مخالف جمهوری اسلامی باشه، این یک به هر حال این که بعضی از کسانی که در درون مملکت هستن، در مقام های عالی هستن، به این نقطه رسیدن که اون راه جز آسیب بیشتر به مملکت چیزی راه هیچ حاصل دیگه ای نداشته، این خودش یک نقطه مثبته. پس بله، البته ما وارد بحث دیگه میشیم اگه این پرسش مطرح بشه به چه قیمتی به همچی تجربه رسیدن. ولی نکته ای که شما قیمتش خیلی قیمتش از بین رفتن، میگم 600 میلیارد دلار درآمد نفت ایران در 8 سال دوران آقای احمدی نژاد، هیچ اثری از این 600 میلیارد دلار نیست. یک اثر هست آقای خانساری، این که خیلی معتقد هستن این دوره نه تنها مسئله غنی سازی اورانیوم بوده، بلکه غنی سازی حساب‌های بانکی بسیاری هم بدون تردید. یعنی منظور این هستش که آسیبی که ملت و مملکت از این جریانات دیدن که غیر قابل انکار، همه میبینن امروز مردم ما در شرایط فوق العاده سختی قرار دارن. به چه دلیل؟ چرا یک مملکت ثروتمند مثل ایران که میتونه به راحتی با اتخاذ سیاست های درست و عقلایی جزو یکی از غنیترین و مقتدرترین کشورهای نه تنها سیاسی بلکه اقتصادی دنیا باشه، چرا وضعش جوریست که مردم ما در این وضعیت ناجور قرار دارن؟ به خاطر سیاست های غلط گذشته است. ولی اگر این سیاست های غلط گذشته بخواد درست بشه، تا زمانی که این پرونده هسته ای رو حل نکنن، به مردم ما بگن ما احتیاجی نداریم که در این راه راست اصلا قدم برداریم، و غرب هم بدونه که
به هر حال در قبال مردم ایران و دولت ایران باید کمک بکنن که وضع مردم ایران بتونه بهتر بشه. یعنی این حالت تحقیر و انزوایی هم که اینها ما رو قرار دادن، این هم باید تغییر پیدا بکنه. این تنها راهی است که یک خدمتی به مردم و مملکت میشه کرد، و این به هر حال جریانی است که امروز در این مسیر همه دارن حرکت میکنن، چون هیچ کس به دنبال برگشتن به اون شرایط به اصطلاح ما قبل یک سال پیش نیست، چون به ضرر هم است. سپاس بسیار داریم آقای خانساری گرامی، با سپاس از شما. با سپاس از شما و تشکر از محبتتون. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای محمد زمان، تحلیلگر و فعال سیاسی در هامبورگ آلمان. به اتفاق شما بینندگان گرامی به ایشون خوش آمد میگیم. سلام به شما آقای زمانی گرام. درود میفرستم خدمت شما آقای چالنگی و همچنین بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای زمانی عزیز، ببینید الان حکومت ایران که به هر حال نمایندگی میکنه ایران رو در عرصه بین المللی، دارای مشکلات بیش از 3 دهه هست با غرب به ویژه آمریکا. چون این وضعیتی رو، یعنی چون این وضعیت پرتنش و بحرانی رو با غرب به ویژه آمریکا، شما در مسیر مصالح مردم ایران میبینید؟ اگر میبینید به چه دلالی، و اگر نمیبینید باز به چه دلالی؟ بله، خدمتون که عرض کنم جمهوری اسلامی از زمانی که به هر حال به حکومت رسید از سال 1357 به اعتقاد من هیچ زمانی به دنبال منافع ملی و منافع مردم نبوده. همون جوری که امروز ما میبینیم در بدنه جمهوری اسلامی امروز افرادی حکومت میکنن که به هر حال در رأس آن ولایت مطلقه فقیه است که طبق اصل 110 قانون اساسی دارای اختیارات بسیاری هست. از آن طرف ما مجلسیون رو امروز میبینیم که به جای اینکه قوانین رو تصویب بکنن که به نفع مردم ایران باشه، ما میبینیم قوانین رو تصویب میکنن که کسانی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر بکنن، دستشون برای سرکوب مردم و حتی اسید پاشی های اخیر بازتر باشه. در نتیجه آن چیزی رو که ما به درستی میتونیم در موردش تحلیل بکنیم این هستش که حکومت جمهوری اسلامی به 2 دلیل هیچ زمانی به دنبال منافع ایران نبوده. اولا جمهوری اسلامی در تقابل با غرب، خصوصا امریکا، همیشه نیاز داشته که یک دشمن خارجی داشته باشه که بتونه به مردم ایران اگر مشکلات اقتصادی و سیاسی نهادینه شد بگه به هر حال کشورهای غربی و خصوصا امریکا نمیذارن. از اون طرف ما میبینیم محور فلسطین محوری رو در منطقه ترویج دادن که ما خواستار کمک به مردم فلسطین هستیم که باز بتونن یک توجیه داشته باشن برای مردم ایران. در نتیجه این ستیزی که جمهوری اسلامی در تقابل با غرب داشته به نفع مردم ایران تا الان نبوده. خب ببینید آقای زمانی، حکومت ایران یک حکومت دینیست، یا دست کم اینطور ادعا میکنه حکومت اسلامیست، آمده در فروردین 58 گذاشتن به همه پرسی جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. اکثر جناها احزاب سیاسی رفتن و به این جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر رأی مثبت داد. بسیاری هم بودن معتقدین که ظاهرا برای دموکراسی مبارزه کردن، اگر اسمش مبارزه است، گفتن ما برای همراهی با مردم رفتیم رأی. بعد خیلی هم روشن بود، جمهوری اسلامی آقای خمینی در کتابهاش نوشته بود چه هست.
یعنی اینی که شما میگین مجلس قوانینی رو به نفع مردم تصویب نمیکنه، خب وظیفه مجلس اسلامی هم تصویب قوانین راجع به آمران به معروف و ناهیان از منکر و همین کارهایی که داره میکنه، یکی اینه. یکی هم در زمینه سیاست خارجی، های خواستگاه این آنچه که اشاره کردید فقط این بوده که یک بهانه ای درست کنه برای سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی، یا نه عقیده و ایدئولوژی حکومت این هست که اسرائیل باید نابود بشه به گفته آقای احمد نژاد و بقیه مسئولانی که بودن تا حالا گفتن، و آمریکا هم شیطان بزرگ هست، حالا با این شیطان بزرگ از در مصالحه در آمدن چطور هست، اون یه بحث دیگه از توجیه لابد داره برای خودش. و این یک ریشه اعتقادی داره یا سیاسی به نظر شما؟ ببینید آقای چالنگی، جمهوری اسلامی طبق اصل دوم قانون اساسی حکومتی است بر اساس شریعت و دین اسلام، و اگر حتی ما نگاه بکنیم به اصل پنجم قانون اساسی، به هر حال میدونیم که ولایت فقیه در هرم قدرت قرار میگیره. بحثی که اینجا وجود داره بحث ایدئولوژی مذهبی است، یعنی اینکه جمهوری اسلامی دارای یک مذهبی در ماهیت مذهبی است، یک ایدئولوژی مذهبی داره، قوانینی هم که امروز در ایران طبق قانون اساسی مدون هستش بر اساس همین شریعت اسلام و اصل دوم قانون اساسی است. شما نگاه بکنید به فصل سوم قانون اساسی، وقتی ما از اصل 24 قانون اساسی و اصل 27 قانون اساسی صحبت میکنیم در خصوص آزادی مطبوعات و آزادی راهپیمایی ها، باز ما میبینیم در آخر این قانون اشاره شده که مخل به مبانی اسلام، یعنی تفسیری است از دید اسلامیست هایی که امروز در ایران حکومت میکنند، و یک سیستم آخوندیسمی هستش که امروز به جان ملت ایران افتاده و بر اساس همین قوانینی که موجود هست جامعه ایران رو به اسارت گرفته. اما در پرسش شما این نهفته است که چرا مردم ایران در اوایل انقلاب به جمهوری اسلامی آری گفتن؟ خب به هر حال این پرسش رو باید از روشنفکرانی که در گذشته بودن و سازمانهایی که در اون موقع به عنوان کسانی که با آقای خمینی همکاری کردند و جمهوری اسلامی نهادینه شد باید پرسش کرد. اما نسل ما که در انقلاب متولد شده، این تجربه رو ما تا الان داشتیم که یک، ماهیت یک حکومت ایدئولوژی و مذهبی رو امروز نسل ما و ماها و مردم ایران دارن لمس میکنن. نتیجه اون شده که در جمهوری اسلامی با این قوانین در تمام عرصه های سیاسی، بین المللی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکست خورده و یک حکومت ورشکسته است. موضوع دوم این بودش که مردم در سال 57 یک حکومت مذهبی رو اونجوری که باید و شاید تجربه نکردن، ولی امروز ما میبینیم که بعد از 35 سال وقتی از نسل ما و نسل بعدهای ما بپرسید، ما هیچ ارتباط ارگانیکی با چنین سیستمی که به هر حال یک سیستم توتالیتر و مذهبی هست نداریم، و در نتیجه خواستار یک سیستم سکولار و دموکرات بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، خواستار آزادی و رفاه و امنیت برای مردم هستیم، و معتقد هستیم که تا زمانی که این حکومت با قوانینی که خدمتتون عرض کردم و با ماهیت ایدئولوژی که داره، تحت هیچ شرایطی شما نمیتونید به یک آزادی برسید، و امروز مردم ایران به مطالبات خودشون نخواهند رسید. آقای زمانی ما از بس داریم به یه جای دیگه میگیم. ببینید، شما صحبت میکنید راجع به ماهیت این حکومت و همه اینها، حقوق بشر، عدم رعایت حقوق بشر در ایران. نکته این هست، ما بر زمینه مشکلاتی که الان ایران و غرب داره داریم صحبت میکنیم. بر همین زمینه در این سوی قضیه شما کشورهای غربی رو میبینید که مدت هاست توجه و عنایت به وضعیت حقوق بشر در خیلی از کشورها به ویژه در مورد ایران رو نادیده گرفتن. شما کشوری که دارید زندگی میکنه، آلمان یا چه اتحادیه اروپا و چه در این سو آمریکا،
و جای دیگه مورد این انتقاد هستن که وضعیت حقوق بشر در ایران را عملا تحت شعاع برنامه اتمی ایران قرار دادن و توجهی ندارن بهش، و نه تنها ایران بلکه کشورهایی مثل سوریه وضعیتی که هست توجه چندان ندارن، و حتی وضعیت مثل عراق تحمل آدمی مثل نوری المالکی کمتر از تحمل آدمی مثل بشار الاسد یا بقیه نیست. بفهم تفسیر شما میشنه. بله خدمت رو که عرض کنم جناب آقای چارنگی، این که جامعه جهانی به دنبال منافع خودش هست ما هیچ شکی نداریم، اما پرسش اینجا در مقابل اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سازمان‌ها و احزاب و الیت جامعه و خود مردم ایران هستند. در نتیجه این ما هستیم که باید بتوانیم با کمک هم و در کنار هم معادلاتی رو رقم بزنیم که به نفع مردم ایران تموم بشه. ما نمونه های مختلفی هم داشتیم در طول مبارزات، امثال آقای گاندی و امثال آقای ماندلا، ما دیدیم در نتیجه در اوایل از جامعه جهانی حمایت نشدن. حتی در خصوص آپارتاید شما هم میدونید که جامعه جهانی اون حمایتی رو که باید از آقای ماندلا میکردن نکردن، اما در بعد از 3 دهه به این نتیجه رسیدن که باید به حکومت آپارتاید پایان بدن. امروز جمهوری اسلامی به اعتقاد من، غرب هم متوجه شده است که جمهوری اسلامی علاوه بر این که به دنبال بحران هسته‌ای هست و رسیدن به بمب اتم، در منطقه خاورمیانه داره از تروریست های منطقه داره حمایت میکنه. نه ببینید، ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. بحث ربط موضوعی که موضوع برنامه هست چندان نداره. درست میفهمید. حالا بگذاریم از اینکه خود مثلا کسانی مثل آقای ماندلا روانشون شاد، بسیار اقدامات بزرگ کردن. همین ایشون به ایران رفت، به لیبی رفت. در سفر به لیبی قرار بود روزنامه نگارانی با ایشون رفتن که از بنده اون زمان در خاورمیانه بودم دعوت کردن که من به دلایل نرفتم اون موقع به لیبی قطعا، و اما رفتن و دست رهبران این حکومت ها رو فشردن بدون اینکه کلمه روشن قاطع درباره نقض حقوق بشر در این کشورها بزنن، یا به کشورهای مثل کوبا جای دیگه. این بس ببینیم، بس بسر اینه، اگر انتقاد متوجه حکومت ایران هست که در سخن چیزی رو میگه در عمل کار دیگه ای رو میکنه، این انتقاد ما به غرب رو هم وارد میکنن که دم از حقوق بشر زدن ولی در عمل نادیده گرفتن. این یک مسئله هست. مسئله دوم این که این وضعیتی که هست که به قول شما به اصطلاح پیشبرنده منافع ملی ایران نیست، به چه مسیری باید رفت که این منافع ملی باید تأمین بشه؟ هر حکومتی که بر سر کار هست، ممکنه یک حکومتی هم مدعی ملی بودن باشه، فساد این جماعت رو هم نداشته باشه، اما در عمل عملکردش به سود ملت نباشه چون وارد نیست. بفرمایید. بله اگر آقای چارنگی ما بخوایم بحث رو به این طرف بکشونیم که امروز برها جمهوری اسلامی به عنوان کسی که عضو سازمان ملل هست، من شخصا معتقدم که جامعه جهانی از بحث نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه چشم‌پوشی بکنه به خاطر مسائل بحران هسته‌ای. همینطورم هم که همه ما میدونیم این مذاکرات تا الان به شکست منجر شده. در نتیجه به اعتقاد من باز تا زمانی که این حکومت هست، منافع ملی مردم، ما از مردم ایران داریم صحبت میکنیم، هیچ تضمینی نخواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هست، چرا که اساساً جمهوری اسلامی به دنبال منافع خود و جناهای خودشون هستن. امروز اگر نگاه بکنیم به صحبت‌های آخر آقای لاریجانی حتی در خصوص بحران هسته‌ای، ایشون صراحتاً داره طوری صحبت میکنه که ما منطقه رو به آتیش میکشیم. یعنی صحبت میکنه که پشیمان کردن جمهوری اسلامی از راهی که تاکنون طی شده به نفع غرب نیست. ایشون دو راهکار دارن، یا اینکه اجازه بدید جمهوری اسلامی به
فعالیت‌های هسته‌ای خودش ادامه بده که همه ما می‌دونیم در پایان به ساختن بمب اتم منجر خواهد شد که این معادلات منطقی و بین‌المللی رو برهم خواهد زد. صحبتی که باز آقای لاریجانی در قسمت دومش خواهد کرد اینکه راه دوم این استش که جمهوری اسلامی از این راهی که تا اکنون اومده پشیمون نکنید و مذاکرات را با این دستاندازی هایی که به وجود میارید کاری نکنید که به نفع شما تموم نشه. بنابراین غرب باید بدونه که اگر به دنبال یک فضای امن در منطقه هستن باید با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. یعنی این آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس داره صحبت میکنه، حتی صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو ما دیدیم، آقای نقدی رو دیدیم که تندروها در ایران چه واکنشی نشون دادن و حتی مانور موشکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیدیم. در نتیجه جمهوری اسلامی در تقابل با جامعه جهانی و غرب خواهد بود و از اون طرف ما به شریک جمهوری اسلامی که آقای پوتین و سوریه هستن و نباید غافل باشیم در معادلات منطقه‌ای، حتی مثل سوریه، مثل عراق، که اینها منافع مشترک به لحاظ استراتژی دارن. ولی صحبت پایانی که من میخوام داشته باشم در این برنامه این هستش که الان دو موضوع در جامعه جهانی صحبت هست. یکی این که آیا ما اجازه بدیم جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه یا اینکه به جمهوری اسلامی باید حمله نظامی بشه به سایت هایی که ساختن و در جاهای مختلفی که به دنبال ساختن بمب اتم هستن. یعنی جامعه جهانی حتی با توجه به اینکه نمایندگان کنگره امریکا و سنا الان به دست جمهوری افتاده، تحلیل من این استش که فشارها به جمهوری اسلامی زیادتر خواهد شد، در نتیجه از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی جلوگیری خواهند کرد و حتی راهکار سومی که من به اعتقادم میرسه پیشنهاد بکنم این استش که جمهوری اسلامی که امروز ناقض حقوق بشر هست، به مردم خودش هیچ رحم و مروتی نداره، بهترین دخترهای ما اسید میپاشن و هر روز اعدام میکنن، بهترین نخبگان ما امروز در زندان ها هستن، هیچ اعتمادی نیست. در نتیجه اگر ما بخواهیم به جامعه جهانی و خصوصا غرب هم بگیم که اگر میخواهید جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکنه و حمله نظامی هم به عنوان یک صورت مسئله به اعتقاد من پرهزینه خواهد بود، این هستش که بیایند برای یک بار هم که شده از مردم ایران، از خواسته های مردم، از جنبش هایی که امروز در ایران بر علیه جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن برای استقرار دموکراسی حمایت بکنن. این تنها گزینه است. این آیا جامعه جهانی به این پیشنهاد شما توجه خواهد کرد یا نخواهد کرد، این بحثی است که من نمیدونم تا چند روز برنامه ما رو خواهند دید یا نخواهند دید. آقای زمانی، ببینید، جمهوری اسلامی این رو خواهد گفت که به هر حال غرب هم توجه داره به اینکه جمهوری اسلامی دستی در اوضاع عراق داره، دستی در اوضاع فلسطینی ها و اسرائیل داره، دستی در اوضاع لبنان داره، دستی در سوریه داره و دستی هم در اوضاع یمن داره. اینا رو به عنوان کارتای برنده در جیب و در عبای آقای روحانی یا آقای خامنه‌ای وجود داره. در هر مذاکراتی طبعا همه متوجه این چیزا هستن. این کارتا تا چه اندازه کمک میکنه به جمهوری اسلامی در فعلا تعادلی که با غرب داره یا حل تنشهایی که هست به سود حاکمیت در ایران؟ ببینید آیه چارنگی، جمهوری اسلامی شما به درستی فرمودید که از کارتهای خودش در عراق، در لبنان، در سوریه و حتی در افغانستان، در یمن و جاهای دیگه داره استفاده میکنه برای امتیازگیری بیشتر. در نتیجه غرب هم باید متوجه این موضوع باشه که با حکومتی میخواهند سازش بکنن که اساساً از همین گروه های تندرو در این کشورها دارن حمایت میکنن و باید متوجه این موضوع بشن که گفتگو با چنین حکومتی هیچ نتیجه محسوسی نخواهد داشت. سپاسگزار هستیم آقای محمد زمانی، با سپاس از شما در هم بود. سپاسگزارم و ممنون از دعوت شما.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در روز شکرگزاری در آمریکا هستیم. این رو من باید در آغاز برنامه میگفتم، در روزی که خانواده های آمریکایی به مناسبت روز شکرگزاری که تاریخچه طولانی داره، روز شکرگزاری هست برای در سرزمین جدیدی کاشفانی که آمدند، بوقلمون بر سفره خود دارن. برحال با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، دراک، دلاهو، زگرس و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.